من در ششم بهمن 1348 یا 26 ژانویه 1970 در تهران به دنیا آمدم. رقص باله رو در حدود 5-6 سالگی در تلویزیون دیدم برای اولین بار، در حدود سنی که این عکس نشون میده، و از همون زمان هم محصور و مجذوب این هنر شدم. پدر و مادرم اصلیت همدانی دارند ولی از جوونی ساکن تهران بودن. ذوق هنری رو مادرم در وجودم گذاشت و پرورش داد که همیشه در طول مراحل مختلف زندگی هنریم مشوق و یاورم بوده. مادرم فرزند علی بیداریانه که از وکلای بزرگ و از فعالین جنبش مشروطه در همدان بوده و به خاطر فعالیت‌های سیاسیش مدت 6 سال رو در تبعید در ملایر می‌گذرونه. این یکی از خاطر انگیزترین عکس‌های باقی مونده از دوران کودکی منه. من با برادرم مسعود در بالکن خونمون در تهران ایستادم. از این خونه و مستأجرای مهربونش خاطرات خوش و فراوانی دارم. در 9 سالگی فعالیت‌های هنریمو شروع کردم و علاقه به هنر با طراحی و خوشنویسی شروع شد. سال دوم راهنمایی بودم که در مسابقات سراسری دانش آموزان تهران در رشته خوشنویسی رتبه اول رو کسب کردم. اینجا هم در حال بازرسی جوایزی هستم که در این مسابقه به دست آوردم. علاقه من به هنرهای تجسمی از طرفی و نبود امکان تحصیل در رشته باله در ایران بعد از انقلاب زمین ساز شروع تحصیلات هم شد در هنرستان هنرهای تجسمی پسران تهران. هنرستان در پیچ شمرون از محله های قدیمی تهران واقع شده که همه خاطرات شیرین نوجوانیم رو مدیون این دوران هستم. در سال 1987 و در 17 سالگی از ایران خارج شدم. ایده و آرزوی سازماندهی یک گروه باله که با الهام از فرهنگ ایران دست به تولید آثاری بزنه کاملا ایرانی در زمانی که در ترکیه زندگی میکردم در من زنده شد. این از معدود آثار نقاشی و طراحی باقی مونده منه که منظره ای رو در خارج از شهر کاستامونو در ترکیه نشون میده. من این طرح رو با مداد شمی تنها وسیله‌ای که در اختیار داشتم کشیدم. در این سادگیش این یکی از عزیزترین کارهای منه. ایده و آرزوی باله ایران در کنار همین رود و زیر همین درخت ها زاده شد. من در طول تمام دوران تحصیلم از باله به عنوان موضوع مورد علاقه‌ام برای طراحی، نقاشی و کارهای گرافیک استفاده کردم. در همین دوران ترکیه بود که به موسیقی پرشور پرویز مشکاتیان گوش دادم و در ذهن آرزو می پروراندم، بیخبر از این که دقیقاً 20 سال بعد نوای همین موسیقی پرویز مشکاتیان سنگ بنای اثری میشه به نام سرزمین فیروزه‌ای. و در همین اثر بود که من تکنیک هنر غربی باله رو به طور کامل و برای اولین بار با موسیقی و حرکات ایرانی تلفیق کردم. در واقع سرزمین فیروزه‌ای نقطه عطفی در کار من بود به عنوان طراح و هنرمند باله، و همچنین اثر تبلور آرزوی دوردست و دست نیافتنی بود که 20 سال من رو در همه جای دنیا دنبال کرد. ورودم به سوئد در سال 1989 مصادف شد با یک دوران بسیار پرکار از نظر هنری و فعالیت‌های فرهنگی. در کنار برگزاری نمایشگاه‌های طراحی، نقاشی و نقاشی خط، کلاس‌های متعدد آموزشی در این رشته‌ها رو می‌گردوندم و تدریس می‌کردم که مورد توجه مطبوعات واقع شد. در شهر فالون من به ریاست کانون فرهنگی هنری ایرانیان اون شهر انتخاب شدم و یک رادیوی محلی فارسی زبون رو که یکی از اولین رادیوهای فارسی زبون اون موقع در سوئد بود به نام رادیو پرنیان راه اندازی کردم.
تحصیل و آموزش در رشته بالا رو در 21 سالگی شروع کردم که معمولاً برای شروع تحصیل در این رشته به صورت حرفه‌ای خیلی دیره. من موفقیتم رو در این رشته مدیون آموزش فشرده‌ای میدونم که مادام لیا شوبرت، مدیر آکادمی باله گوتنبرگ، به خاطر پشتکار و علاقه که در من میدید برام در نظر گرفت. برنامه تمرینات فشرده باله‌ای که مادام شوبرت ترتیب داده بود و پشتکار و علاقه وافرم منجر به این شد که یک سال قبل از اتمام تحصیلاتم در آکادمی باله به عنوان رقصنده حرفه‌ای به استخدام اپرای بزرگ و نوساز شهر گوتنبرگ در بیام. سال 95 برای ادامه تحصیل در رشته رقص و کوروگرافی وارد دانشکده عالی رقص مادام روزل هایتاور در کن در جنوب فرانسه شدم و سال بعدش با مدرک کارشناسی ارشد یا فوق عالی فارغ التحصیل شدم. بعد از کار و فعالیت در چندین گروه و سازمان باله، بعد از تموم شدن تحصیلاتم آمال آرزوی بازسازی سازمان باله ملی ایران منو به اون واداش که فعالیت‌هایی رو در این زمینه شروع کنم. به وجود آوردن یک کمپانی باله جدا از مسئله هنریش مستلزم انجام کلی کارهای اداری و ادمینیستراتیوه. فعالیت هام رو برای تأسیس سازمان باله ایران در 1998 شروع کردم و این فعالیت ها و دوندگی ها که ارتباط و مذاکره با بسیاری از شخصیت های فرهنگی و هنری بین المللی رو برای من برمغان آورد تا سال 2002 یعنی به مدت 5 سال ادامه پیدا کرد. این عکسیست از یک سمینار موسیقی در نزدیکی هامبورگ و جایی که با دوستانم ماریو تقدسی و زهره جویا خوانندگان اپرا و همچنین مجید درخشانی تارنواز و آهنگساز ملاقات کردم. در حین کار روی پروژه باله ایران یه روز به طور اتفاقی در اینترنت به مطلبی در مورد تاریخ باله جمهوری آذربایجان برخوردم. مطالعه این مطلب منجر به ارتباط با رفیق آخوندوا و همسرش مقصود ممدوف شد که از بزرگترین رقصندگان و طراحان باله دوران اتحاد جماهیر شوروی هستند. کمی بعد برای دیدن این اشخاص و هنرمندهای دیگه آذربایجانی به باکو رفتم. این عکس در باکو و در کنار هنرمندان نامدار آذربایجانی رفیق آخوندوا، جهانگیر سلیم خانوف، اکشین علیزاده، مقصود ممدوف و طاهر طاهروف که همگی ملقب به هنرمندان خلق آذربایجان هستند گرفته شده. نتیجه سفر و ملاقاتم با این هنرمندان آذربایجانی و اعتبار 500,000 کرونی که دولت سوئد برای پروژه بازسازی سازمان باله ملی ایران در زمان خودش نام و اعتباری بین المللی داشت این بود که جدا از آثاری که من خودم برای اولین برنامه سازمان باله ایران طراحی و کارگردانی کردم، دو اثر هم از آذربایجان در نمایش بازگشایی باله ایران گنجوندم: باله بابک خرمدین و هفت پیکر نظامی گنجوی. متاسفانه به مدت 20 سال از رپرتوار باله اپرای آذربایجان خارج شده بود و من افتخار اینو پیدا کردم که بعد از 20 سال جون تازه‌ای در این دو اثر فراموش شده بدمم و برای اولین بار اونها رو در خارج از خاک آذربایجان به روی صحنه بیارم که این خودش قدمی بود برای معرفی باله آذربایجان در اروپا. در سال 2006 با شیرین همسرم که دکتر داروسازه آشنا شدم که این آشنایی منجر به ازدواجمون شد. شیرین از زمان آشناییش با من حضانت و فرزند خوندگی این فرزند مجازی رو هم به عهده گرفته. باله ایران و تمامی آثاری که تاکنون به وجود آورده تبلور آرزوی دیرینه‌ایه که مثل فرزند برای من عزیزه.
فرزندی که در حال بزرگ شدنه و در آرزوی دیدار وطنش و خونه ساختنش در وطن پخته تر میشه و خودش رو برای فردایی رویایی تر از دیروز آماده میکنه.